با درودهای بسیار گرم حضور شما همیهنان گرامی، خرسند هستم که امروز دوباره می توانم در خدمت شما باشم در برنامه دیگری از بررسی رویدادهای هفته از تلویزیون الوند، و با آرزوی اینکه همه شما همیهنان گرامی در سراسر جهان که تصویر ما رو می بینید و این صدا رو می شنوید در نهایت تندرستی و شادمانی باشید. امروز سه شنبه هست، چهارم ماه ژوئن 2019 میلادی، برابر است با 14 خرداد ماه 2578 ایرانی. امروز به بررسی مسائلی که در رابطه با ایران عزیزمان هست در سطح جهان و گفتگوهای زد و نقیزی که بعضن اینجا و آنجا شنیده می شود از سوی مقامات رسمی کشورهای مختلف به گفتگو می نشینیم و امیدوار هستم که این برنامه مورد قبول شما واقع بشه. بایستی بگویم که ایالات متحده آمریکا از یک سال پیش که از برجام خارج شد تا کنون در حقیقت وارد یک جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی شده است، و در کنار این جنگ اقتصادی با توجه به تهدیدهایی که از سوی رژیم جمهوری اسلامی روز به روز افزون می‌شد، نیروهای بسیار قوی و زیادی رو به منطقه خلیج فارس گسیل کرد که از جمله آنها ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن است که فرماندهی دریایی در واحدهای مستقر در خلیج فارس و تنگه هرمز رو دارد، و همچنین فرستادن بمب افکن‌های B-52 آمریکایی که دارای قدرت بالای تهاجمی هستند. و آنچه که از سوی مقامات آمریکایی چه کاخ سفید و چه وزارت دفاع مطرح شد این بوده و هست که ایالات متحده قصد حمله به ایران رو ندارد، اما در این حال آماده است در برابر آنچه که تهدید از سوی ایران نامیده می شود به مقابله بپردازد. اما در کنار این مسئله که نسبتاً کهنه شده است و چند هفته است که افکار و اندیشه های جهانیان را به خودش معطوف کرده، جنگ جدیدی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شده است و آن جنگ روانی است. و آن جنگ روانی به این صورت است که از یک سو ایالات متحده ابراز می‌کند که جمهوری اسلامی بایستی 12 شرطی رو که آقای پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده مطرح کرده است رو بپذیرد تا بتوانیم وارد گفتگو بشویم، و از سوی دیگر بعد از سفر آقای پومپیو به اروپا و دیدار او با نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف و به خصوص دیدارهای محرمانه‌ای که او در گروه بیلدربرگ داشت، یعنی کسانی که در پشت درهای بسته سیاست‌های کلان جهان رو تعیین می‌کنند و همونها هستند که بر بسیاری از سازمان‌های دیگر جهانی هم نظارت دارند، او ابراز کرد که ما بدون پیش شرط حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی هستیم، در حالی که جمهوری اسلامی هم به شکل یک کشور نرمال عمل بکنه. در حقیقت شاید در ظرافت کلام آقای پومپیو این رو بتوانیم کشف کنیم که او تحت تأثیر بیلدربرگ ها خواهان گفتگوی بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی است، اما در نهایت با ظرافت مسئله نرمال بودن رژیم رو مطرح میکند که در حقیقت خود باز میگردد به آنچه که سبب شد که ایالات متحده 12 شرط رو بنیان بگذارد. ولی آیا به درستی اگر بخواهیم مسئله رو باز کنیم و ببینیم که گفتگوی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اساساً امکان پذیر است یا خیر، به باور من به این نتیجه خواهیم رسید که خیر، زیرا جمهوری اسلامی و ایالات متحده دو کشوری نیستند که در همسایگی یکدیگر باشند و مسائل و مشکلات مرزی داشته باشند و از طریق گفتگوها بشود این مشکلات رو حل کرد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا دو کشوری نیستند که امروز حداقل بر سر مسائل اقتصادی با هم مشکل داشته باشند یا بر سر مسائل تعرفه‌های گمرکی که بشود بنشینی مذاکره کنی و این مسائل رو حل بکنی، بلکه مشکل اصلی و اساسی ایالات متحده آمریکا و همپیمانان او با جمهوری اسلامی در حقیقت مشکلی است که برمیگردد به دو نوع اندیشه یا دو نوع ایدئولوژی متفاوت که میان جمهوری اسلامی شیعه
اسلامی هست و ایالات متحده ای که با همپیمانانش در برابر آنچه که انقلاب اسلامی نامیده شده و رژیم در طی 40 سال گذشته در صدد صدور آن بوده است به تقابل برخواستند. لذا گفتگوی هر کشور غربی یا همه کشورهایی که در منطقه هستند و همگام و همسو با ایالات متحده هستند با جمهوری اسلامی زمانی میتواند به نتیجه برسد و اساسا زمانی میتواند این گفتگوها آغاز بشود که یا جمهوری اسلامی دست از ایدئولوژی خود بردارد که در آن صورت دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود و یا ایالات متحده و همپیمانان او بپذیرند که رژیمی رو با این ایدئولوژی و با این خصوصیات همانطور که هست بایستی پذیرفت، همچنان که آقای اوباما و همپیمانان او پذیرفتند و با رژیم نشستند و گفتگو کردند. اما در همان زمانی که اوباما و دیگر کشورهای همسو با اندیشه اوباما با جمهوری اسلامی به گفتگو پرداختند، گفتگوها صرفاً بر سر مسائل هسته‌ای ایران بود و مسائل دیگری که در حاشیه اون بود نه از سوی در حقیقت جمهوری اسلامی پذیرفتنی بود، زیرا که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود که صرفاً برای مسائل اتمی مذاکره کنید، و نه از سوی دیگر کشورها صلاح می‌دانستن که در اون مرحله مطرح بکنن و این رو مکول کردن که بعد از اینکه این برجام انجام شد و جمهوری اسلامی در مقابل پولهایی که دریافت کرد دست کشید از فعالیت‌های اتمی خود، آن وقت در مرحله بعد می‌توانیم بپردازیم به گفتگو. در اینجا اتفاقی که رخ داد روی کار آمدن شخصی بود به نام دونالد ترامپ با افکار و اندیشه های خاص خود، و حتی پیش از اینکه به ریاست جمهوری برسد اعلان کرد که به هیچ وجه این برجام رو نمیپذیرد. و دیدیم که بعد از یک مهلتی که به جمهوری اسلامی و کشورهای حامی برجام داد و توجه کرد که اونها نمیخواهند از برجام خارج بشوند، خود یک سویه از برجام بیرون رفت و تحریم هایی رو بر روی جمهوری اسلامی برقرار کرد که به مراتب سخت‌تر از تمام تحریم هایی بود که اتحادیه اروپا، تک تک کشورهای اروپایی، سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان و شورای امنیت و کاخ سفید و وزارت خزانه داری آمریکا هر کدام به نوعی اعمال بر جمهوری اسلامی کرده بودند. یعنی این دور از تحریم ها از مجموعه همه اون تحریم ها سخت‌تر و شدیدتر است. لذا ترامپ راه خودش رو از بقیه جدا کرد. اما امروز بعد از گذشت حدود یک سال گفتگوها و رایزنی‌های مختلفی که در اینجا و آنجای جهان انجام می‌شود، سفرهای مختلفی که وزیران خارجه آمریکا چه آقای تیلرسون پیش از این و چه امروز آقای پومپیو انجام می‌دهند، همه در جهت این بوده است که آیا حقیقتاً می‌شود به این پرسش پاسخ بدهیم که نیاز به گفتگو بر سر مسائل دیگر با جمهوری اسلامی هست یا خیر؟ و میبینیم که جامعه جهانی به این اجماع رسیده است که آری، بر سر مسائل دیگر باید با جمهوری اسلامی مذاکره بشود. بر سر توسعه طلبی میلیتاریستی که جمهوری اسلامی در منطقه بایستی گفتگو بشود. بر سر فعالیت‌های مخرب موشک جمهوری اسلامی بایستی گفتگو بشود. بر سر مسئله اعراب و اسرائیل باید گفتگو بشود. بر سر نقض حقوق بشر در ایران باید گفتگو بشود و مسائل دیگری که در حاشیه این گفتگوها باید مطرح بشود. بنابراین آنچه که امروز ما شاهد هستیم این است که نوعی توافق میان همه کشورها هست، به جز چین که در این مورد سکوت اختیار کرده است و سیاست مشخص خودش رو اعلان نمی کند، و روسیه که آقای پوتین می کوشد با دو دوزه بازی از یک سو خودش رو یار و یاور آخوندها در تهران نشان بدهد و از سوی دیگر به خاطر مصالح ملی خودش با جهان غرب و به خصوص با ایالات متحده به نوعی کنار بیاید. کشورهای اروپایی تقریبا تکلیف خودشون رو روشن کردن و آن به این شکل است که برجام رو نگه داریم و به گفتگو با جمهوری اسلامی هم ادامه بدهیم. پرسش دیگری که اینجا مطرح می شود این است که اگر شما برجام رو نگه دارید
و جمهوری اسلامی بتواند نفت صادر بکند و به منابع مالی جهانی دسترسی داشته باشد، بتواند از بانک جهانی پول قرض بگیرد، بتواند در سیستم پولی جهانی باشد، آیا این جمهوری اسلامی نشان داده است که در آن صورت تبعیت میکند از قوانین بین‌المللی؟ آیا علاقه دارد به اینکه در جرگه کشورهای متحد جهان بر علیه تروریسم عمل بکند؟ آیا علاقه دارد که مسئله نقض مستمر حقوق بشر را در ایران اصلاح بکند؟ آیا علاقه دارد که روابط خوبی با همسایگان خود برقرار بکند؟ میبینیم که عملا بعد از اینکه برجام انجام شد و پولهای گزافی به خزانه جمهوری اسلامی ریخته شد، نه تنها این پولها به حساب ملت ایران نرفت، بلکه این پولها صرف هزینه جنگ در سوریه شد، صرف نگهداری حزب الله در لبنان شد، حوتی ها در یمن و همچنین جهاد اسلامی فلسطین. بنابراین اگر ایالات متحده استدلال می کند که ما یک سویه خارج می شویم و منابع مالی رژیم رو قطع می کنیم، این نه به خاطر این است که مخالفتی با اتحادیه اروپا بکنند، بلکه به این دلیل است که عملا جمهوری اسلامی نشان داد که در صورتی که منابع مالی داشته باشد اگریسیو تر می شود و فعالیت های خرابکارانه خودش رو تشدید می کند. لذا امروز گفتگوی ایالات متحده با کشورهای اروپایی بر سر این مسئله است که یکی بایستی طرف دیگر رو قانع بکند، یا اینها بایستی بپذیرند واقعیتی رو که جمهوری اسلامی در صورتی که دوباره به منابع مالی دسترسی پیدا بکند، همچنان که امروز برای روز قدس دیدیم که در حالی که ملت ایران در این فقر و فلاکت زندگی میکند، اینها حدود 46 میلیون دلار پول به خانواده های فلسطینی دادن به مناسبت جشن روز قدس. بنابراین این رژیمی که بی توجه به کشور هست، بی توجه به مصالح ملی هست و تمام توجه او معطوف است به حفظ نظام و صدور انقلاب، این رژیم نمیتواند در این عرصه موفقیتی داشته باشد و یا بخواهد که کوششی بکنه. از سوی دیگر مواجه هستیم با گرفتاری هایی که در منطقه برای رژیم پیش آمده و درخواستی که وزارت خارجه آقای ظریف کرده است از کشورهای دیگر که یک پیمان عدم تعرض با یکدیگر برقرار بکنیم، یعنی پیمانی که جمهوری اسلامی متحد بشود نسبت به کشورهای دیگر تعرض نظامی نکند و یا کشورهای دیگر هم متقابلاً به جمهوری اسلامی یک چنین تضمینی بدهند. آیا بایستی دید که عملاً چنین تضمینی امکان پذیر است؟ باز بایستی بگویم که خیر، زیرا که جمهوری اسلامی یک کشوری است با افکار و اندیشه های انقلابی شیعی و کشورهایی که در تقابل او قرار دارند در آن سوی خلیج فارس همه کشورهایی هستند که اکثریت سنی دارند به جز کشور بحرین و عراق. بحرین به طور کلی در مدار عربستان سعودی و امارات حرکت میکنه و کشور عراق امروز در یک شرایطی قرار دارد که از یک سو زیر فشارهای شدید ایران است، از سوی دیگر زیر فشارهای شدید کشورهای عربی است، همچنان که حملات زیادی به او شد بعد از کنفرانس کشورهای عربی و سران اسلامی به نخست وزیر عراق و نیز زیر فشارهای ایالات متحده. بنابراین عراق ناتوان آیا میتواند در این مورد نقش اساسی رو بازی بکند و بتواند یک میانجی خوبی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشد؟ به نظر میرسد که چنین چیزی امکان پذیر نیست. و تازه دوباره برمیگردد مسئله به این مسئله ایدئولوژیک که تا زمانی که جمهوری اسلامی حکومتی است ایدئولوژیک و بر اساس فقه شیعی میخواهد حکومت بکند و بر همان اساس میخواهد انقلاب خودش رو صادر بکند، لذا هیچ گونه سازشی میان کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی نخواهد بود، همچنان که اونها هم این درخواست جمهوری اسلامی رو رد کردن، مانند اروپایی هایی که اولتیماتوم 60 روزه جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن. پس جمهوری اسلامی امروز در یک شرایطی قرار دارد که در حقیقت من میتوانم بگویم شرایط جنگ روانی است که بعد از جنگ اقتصادی و جنگ محتمل نظامی، جنگ روانی سرآغاز یک مرحله جدیدی است که ممکن است منجر به برخورد نظامی هم بشود. در اینجا عاملی که بایستی
به خوبی مورد توجه قرار بگیرد و روی اون عامل سرمایه گذاری بشود، در حقیقت عامل ملت ایران است. آنچه که در 1979 رخ داد چیزی نبود مگر یک دسیسه جهانی، یک نقشه‌ای که به دقت طراحی شده بود و توسط ملت ایران اجرا شد، یعنی آنانی که پیش قراول پیش آهنگ اون حرکت امپریالیستیک بودند و اون حرکت استعماری که کشور ما را به این روز در بیاورد، در قالب روشنفکر ابتدا به میدان آمدند و اونها عامل فریب توده‌های مردم شدند، ولی در حقیقت آنچه که انجام شد توسط مردم انجام شد برای روی کار آوردن یک رژیم استبدادی که امروز حاکم است. یعنی رژیم در حقیقت فرزند نامشروع استعمار است که توسط ملت ایران زاده شده و به دنیا آمده است. پس امروز اگر بخوایم سه فاکتور اصلی پیدایش چنین وضع شومی رو در ایران در نظر بگیریم، استعمار جهانی است، استبداد سیاه مذهبی است و ملت ایران. ملت ایران امروز ملتی نیست که در 1979 به خیابان‌ها آمد و اون شورش رو ایجاد کرد و این وضع وخیم رو برای خودش به وجود آورد. ملت ایران امروز یک ملت متحولی است که با دانشی که میتواند از طریق همین فضای مجازی کسب بکند و اطلاعاتی که در هر ثانیه در هر لحظه به دست او میرسد، از یک ناآگاهی تاریخی دارد به یک آگاهی تاریخی میرسد و این آگاهی تاریخی با توجه به آن پشتوانه غنی فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی در حقیقت دستمایه شده است برای ملت ایران برای بازگشت به سرافرازی. اما امروز همین ملت در برابر دو عامل قرار دارد، عامل استعمار جهانی که میخواهد با نگهداشت این حکومت به منافع ملی و اقتصادی خود برسد و عامل استبداد سیاه مذهبی که میخواهد با سرکوب، با کشتن مردم، با شکستن قلمها، بریدن زبانها به هر شکل به حکومت ننگین و فاسد خود ادامه بدهد. پس ملت ایران در یک برهه‌ای از تاریخ خود که برهه‌ای است بسیار حساس و بسیار خطرناک ولی در این حال سرنوشت‌ساز قرار دارد که میتواند با ایفای نقش واقعی خود در حقیقت از این مرحله حساس تاریخی عبور کرده و به سرافرازی برسد و یا با کجروی و بیراه رفتن در این شرایط باقی بماند و نتیجه آن ایجاد یک جنگی خواهد بود خانمانسوز که ممکن است منجر به نابودی کشور بشود و 100% منجر به نابودی رژیم هم خواهد شد. لذا برای اینکه از یک چنین فاجعه‌ای جلوگیری بشود، امروز همه ما به عنوان ایرانی در داخل یا خارج از کشور و همه کسانی که خود رو کنشگران سیاسی می‌دانند، همه کسانی که در رسانه‌های ایرانی هستند، یک وظیفه ملی بر عهده داریم. و اون وظیفه ملی این است که با وجدان ملی، با عشق به میهن، با شناخت درست مسائل و با اتحاد و یگانگی با یکدیگر بتوانیم به آنجا برسیم که در برابر هر دو نیروی ستمگر استعمار و استبداد مقاومت کنیم، اونها رو شکست بدهیم و در نهایت یک حکومتی که زاده اراده ملی ما و تبلور اراده ملی ما هست در کشورمون به وجود بیاوریم. در این رهگذر شاید به گفتار بسیار ساده است که عاشق به میهن باشی، با یکدیگر اتحاد کنی، نیروی اهریمنی جمهوری اسلامی رو از کار بیاندازیم، با استعمار مخوف جهانی مقابله کنیم و همه اینها چه بسا در گفتن و در نوشتن بسیار ساده و آسان است، اما در عمل بسیار مشکل، اما مشکلی است که دارای راه حل است. لذا بررسی مسائل دقیق ایران توسط کارشناسان، نه لزوماً کسانی که خود رو کنشگر سیاسی می‌دانند و بهره ای از بینش سیاسی ندارند، بلکه کسانی که حقیقتاً کارشناس مسائل ایران هستند و مسائل رو درست میشناسند، میتواند راه حلی باشد برای بیرون رفت از مشکلات، زیرا که
چنین افرادی هستند که با بررسی درست و واقعیت‌های عینی و با بر اساس آنچه که علم سیاست و علم جامعه شناسی اجازه می‌دهد می‌توانند طرح‌هایی را تهیه کنند و ارائه بدهند و مردم و یا حتی اپوزیسیون از اون طرح‌ها استفاده کنند. در این زمینه یک اقدامی انجام شده است و گروهی به نام ققنوس در زمینه‌های مسائل اقتصادی، زیست محیطی و دیگر مسائلی که مربوط می شود به جامعه ایرانی، کار در ایران و مسائلی از این قبیل وارد عمل شدند و عملاً دارند فعالیت میکنند. اما این گروه نمیتواند همه طرح‌ها و همه آنچه را که مطرح میکند در حقیقت راهگشای ملت ایران باشد، زیرا که ما در ابتدا نیازمند طرح‌های سیاسی و اجرایی هستیم که بتوانیم قدرت رو از رژیم گرفته و ملت ایران بتواند اعمال حاکمیت بکنند. بعد از آن هست که همه این پروژه های علمی و اقتصادی و غیره قابل استفاده خواهد بود. آنچه که امروز در صحنه سیاسی ما به چشم نمیخورد تشکیل یک جنبشی است، یک حرکتی است، یک انجمنی است که بتواند مسائل سیاسی و اقتصادی کشور رو حل و فصل کند، بتواند برای اونها تصمیم مقتضی بگیرد و بتواند راه حل به ملت ایران نشان بدهد. ما امروز شوربختانه با یک چنین کمبودی مواجه هستیم و این کمبود است که سردرگمی در میان مردم ما به وجود آورده که در حقیقت مردم به صدها و شاید هزار شاخه تقسیم شده اند و هر کدام برای خود سازی می نوازند و هر کدام برای خود تئوری دارند، هر کدام طرحی دارند، بدون اینکه این طرح‌های کوچک هیچ کدام به هم پیوسته بشود و این نهرهای آرام بی سر و صدا که فاقد ایجاد تغییرات است به هم پیوسته شده و تبدیل به یک رودخانه خروشان بشود. و به همین جهت است که می‌بینیم اپوزیسیون 40 سال است که در تاری که دور خود دمیده است مشغول به فعالیت است و به نتیجه هم نرسیده. پس امروز ما به عنوان کنشگران سیاسی لازم است که در کنار یکدیگر به یک در حقیقت اجماعی برسیم که در اون اجماع بتوانیم اولا این گروه های بسیار کوچک و اندک رو به یکدیگر متصل کنیم و تبدیل بشوند به یک گروه بزرگتر و یک گروه قویتر. و بالاتر از همین ها مسئله رهبری این گروه هست که این رهبری به دو شکل میتواند وجود داشته باشد. یکی رهبری کاریزماتیک پیدا بشود و نقش رهبر رو بازی بکند و او مسئله رهبری رو القا کند به گروه ها، و یا اینکه گروه های سیاسی بتوانند این اتوریته و این اختیارات رو در اختیار فرد لایق و شایسته قرار بدهند که او بتواند توسط پشتوانه مردمی خود رو رهبر اعلام بکند. آنچه مسلم است در میان جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان و همه موافقین و مخالفین، امروز شخص دیگری به جز شاهزاده رضا پهلوی در صحنه سیاسی دارای آن وزن و قد و قامتی نیست که بتواند رهبری رو بپذیرد. بنابراین تنها رهبری که امروز میتواند از سوی جناح‌های مختلف سیاسی با هر مرام و مسلکی که دارند اگر رو به سوی ایران دارند پذیرفته بشود شخص شاهزاده رضا پهلوی است. حالا ایشان بایستی اول ابراز رهبری بکند و مردم به دنبال او حرکت کنند، یا مردم بایستی او را به عنوان رهبر انتخاب کنند؟ آنچه که در جهان مدرن امروز می‌بینیم برخلاف گذشته، دیگر رهبران نیستند شمشیر به دست در جلوی صف حرکت کنند و توده‌های مردم پشت سر آنها، بلکه امروز نقش رهبری توسط ملت‌ها تعیین می‌شود و از طریق همین کنش‌های مدنی هست که مردم خواستهای خودشون رو بیان میکنن و رهبر رو از میان خود انتخاب میکنن. اما آیا حقیقتا امکان پذیر است که در کشور ما با همه اختناقی که وجود دارد، با حضور انجمنهای اسلامی در هر کوی و برزن، در دانشگاه ها، در ادارات، در کارخانه ها و در هر کجا که تصور میکنید، حتی دبستان ها و کودکستان ها، مردم بتوانند یک چنین تصمیم بگیرن؟ و آیا رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که مردم ایران آزادانه و راحت بتوانند رهبر آینده خود رو صدا کنند و او رو انتخاب کنند؟
مسلما چنین چیزی از سوی جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست و امکان پذیر نخواهد. پس راه چاره چیست؟ حقیقتا ملت ایران در این شرایط بحرانی و خطرناکی که کشور و ملت قرار دارد چه باید بکند برای بیرون رفت از این مشکل؟ آیا اول بایستی رهبری وجود داشته باشد و رهبری رو بپذیرد تا مردم به حرکت در بیایند؟ یا آیا اول بایستی مردم به حرکت در بیایند و از میان خود رهبری رو انتخاب کنند؟ بر سر این موضوع بدیهی است که نه تنها ما بلکه دیگر کشورها و ملت‌های جهان و بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی سالهاست گفتگو کردند و بررسی‌های مختلف کردند و هر دو نظریه دارای در حقیقت طرفدارانی است. اما بایست دید که با شرایط کشور ما و آنچه که در سرزمین ما پذیرفته شدنی تر هست و می تواند راه چاره باشد به آن اندیشید. صرفا آن الگویی که برای جامعه جهانی مصرف می شود و در دیگر کشورها اتفاق افتاده است ممکن است لزوما برای کشور ما امکان پذیر نباشد، با فرهنگ و آداب و رسوم ما سنخیت نداشته باشد. آنچه که امروز ما از درون کشور می شنویم و یا در بیرون از کشور این است که ملت ایران به جای اینکه رهبر رو خود انتخاب کنند نیازمند این هستند که رهبری در صحنه باشد، اعلان رهبری کند تا مردم به او بگروند. و در حقیقت این اون چیزی است که امروز ما در صحنه سیاسی ایران در داخل کشور به خصوص می‌بینیم و مردم کماکان به دنبال یک رهبر هستند، اگرچه شخص شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بسیار بالایی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور و چه در میان کارشناسان امور سیاسی برخوردار است، اما در حقیقت مسئله تفویض رهبری از سوی مردم به شاهزاده و یا قبول رهبری از سوی شاهزاده و خواست او برای نجات میهن کدام یک پاسخ بهتری است که ملت ایران میتواند به آن پاسخ بدهد، یا اینکه پرسشی است که بایستی از سوی شاهزاده رضا پهلوی در حقیقت پاسخ داده شود؟ آنچه که ما از گفته های ایشان تا کنون درک کرده ایم این است که خواست شاهزاده رضا پهلوی این است که این مسئله رهبری از سوی ملت و با خواست ملت به شخص رهبر تفویض بشود. این رهبر حالا ایشان دایره رهبری هم نداشته است، بلکه یک رهبری است که به صورت خود به خود و خودجوش و با فعالیت هایی که در 40 سال گذشته داشته است آهسته آهسته مورد پذیرش مردم قرار گرفته است. ولی برخی دیگر معتقد هستند که بایستی رهبری وجود داشته باشد، رهبری کاریزماتیک که بتواند جنبش رو اداره کند و مردم رو به سوی خود جلب کند و با داشتن برنامه‌هایی مردم و کشور رو نجات بدهد. آنچه که امروز کنشگران سیاسی ما بر سر آن بحث و جدل دارند در حقیقت مسئله این است که اول بایستی خیزشی انجام بشود و مردم رهبر رو انتخاب کنند و یا اینکه بایستی رهبری وجود داشته باشد که آن رهبر رهبری مردم رو انتخاب کند و به اونها طرح و نقشه مبارزه رو بدهد. در این رهگذر شاید که به طور حتم عده‌ای موافق این هستند که اول بایستی رهبری باشد تا مردم به حرکت در بیایند، گروهی دیگر موافق هستند که اول بایستی مردم حرکت کنند و خود رهبر رو انتخاب کنند. آنچه که امروز معضل کشور ما هست و هنوز ما در این شرایط بسیار حساس قرار داریم و این وضع فجیع اقتصادی در مملکت ما ملت ایران رو به زانو در آورده است، در واقع تصمیم میان دو گروه مختلف است که کدام راه رو انتخاب کنیم. و اگر برای این انتخاب ما تصور کنیم که سالها وقت نیاز داریم و یا وقت داریم که چنین انتخابی رو انجام بدهیم، سخت در اشتباه هستیم و مسلم است که این میتواند منجر بشود به بروز یک جنگ خانمان برانداز که نه تنها جمهوری اسلامی رو ریشه‌کن خواهد کرد، بلکه کشور ما را هم دچار تزلزل و گرفتاری خواهد کرد. بنابراین پیش از اینکه ما به اون مرحله حساس برسیم و پیش از اینکه کشور ما وارد مخاطرات جدیدی بشود، بر هر یک از ما به عنوان یک ایرانی فرض است و بر همه کنشگران سیاسی و کسانی که ادعای
کنشگری در سیاست دارن و یا خود رو سیاست مدار می دانن، در حقیقت واجب است که در این برهه حساس کاری کنن و به سرعت بتوانند اختلاف نظرها رو کنار گذاشته و با یک انسجام ملی در کنار ملت ایران قرار بگیرن و مسئله رهبری رو حل و فصل کنن تا مردم بتوانند آنچه را که خواست واقعی اونها هست و برابر است با مصالح ملی ایران به منصه ظهور برسانند، کشور رو از دست انیرانیان حاکم باز پس بگیرند و یک حکومت مردمی در ایران روی کار بیاورند. باور من شخصا این است که ما به سرعت به اون روز نزدیک میشویم. ما امروز در حال یک چالشی هستیم میان این دو طرز تفکر متفاوت که من از بیان اینکه خود موافق کدام یک طرز تفکر هستم خودداری میکنم و مطمئن هستم که در این چالشی که پیش آمده است ملت ایران ناگزیر است برای بقای خود و حفظ کشور یکی از این دو راه رو انتخاب کند و ما میتوانیم با انتخاب یک راه درست و یک حرکت سریع رژیم ددمنش جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم و کشور نازنینمون رو دوباره باز پس بگیریم. به امید روزهای بهتر با شما همیهنان گرامی به درود میگویم تا برنامه دیگر. پاینده ایران عزیزم.